prosecute them. جمهوری اسلامی فستیوال فیلم جمهوری اسلامی اومدیم مخالفتمون رو اعلام کنیم. فکر میکنی این طرف ترفندی رو که رژیم جمهوری اسلامی از طریق سینما داره میزنه اینجا چی هست؟ چجور چرا برای چون؟ جدیدی سالها هست و سالها هم هست. ما همچنان اعتراض میکنیم و همچنان اعتراض خواهیم که تا متوقفش ایران مال ماست، مشکلاتش هم مال ماست. نه مال شما نیست. چرا؟ شما مال شما نیست. من محفظ بالی که جمهوری اسلامی شداله کشیدم بیرون کل کبکو به هم ریختم. اصلا مسئله این نیستش که فیلم ما خوبه یا بده یا فیلم فستیوال کجاست. فستیوالی که جمهوری اسلامی به اشتون جمیده باید منزه. اجازه من داری فیلم بگیم. اولین جشنواره فیلم‌های کوتاه ایرانی رو راه اندازی کردیم و امیدواریم که نظر دوستان رو بتونه تأمین بکنه. 115 فیلم کوتاه در کنار 7 فیلم بلند سینمایی در این جشنواره به نمایش در اومده و امشب شب اختتامیه یا بهتر بگم سرمونی آواردمونه. امیدوارم که دوستان لذت ببرن و اصولاً این حرکت یه حرکت تازه و یه آغازی بوده که امیدوارم با عنایت خداوند و حضور گرم و دلگرمی بخش مردم عزیزمون بتونه هر روز بهتر از قبل باشه. من شارخ بهرال علومی علیرغم تمام ناملایمت ها و در واقع سختی ها زشتی ها یک تنه این کار رو انجام داد و فیلم های داخل کشور رو از فیلمسازای جوان و تقریبا محروم، ضعیف، کمنام اما خوشقریه، با استعداد، خلاق، نزدیک به نبوغ اینا رو حمایت کرد، فیلماشون رو آورد و ما به شدت از امسال شاهد این چیزا بودیم که بله، ما به شدت حمایت خواهیم کرد. یعنی همینطوری از سال بعد این بیشتر خواهد شد به خاطر اینکه این دو دستگی ها و این سوء تفاهم هایی که پیش اومده هیچ ربطی به کار فرهنگی نداره. اصلاً، اصلاً. کار فرهنگی وظیفش ایجاد ساپورت مردم و واقعا بله. مردم و فرهنگ و هنر اصلا نباید فاصله باشه. هرگز کار فرهنگی وظیفش رشده و برای هیچ کس خاصی نیست. رشد
متعلق به همه است. دوست و دشمن نمیشناسه. کاملا درست. اینه که ما در حسنیت خودمون شک نداریم، علل خصوص شاهرخ بهرالعلومی. بله. و کمکش خواهیم کرد، کما اینکه واقعا زحمات جدی خودش باعث شده که این فستیوال در واقع برای اولین بار با این همه استقبال مثلا مواجه شه. خیلی عالیه. واقعا دستشون در نکنه، دست شما هم در نکنه. این حرکت رو آغاز کردن، حرکت بسیار خوبیه. کمک میکنه تو ارتباط مردم با سینمایی که در واقع بیشتر به سینمای جوانان معروف، منظور نگاه جوان، جوانگرایی و فکرهای تازه. این فیلم ها سال هاست داره تو ایران ساخته میشه. امیدوارم که جشنواره سالهای بعد بهتر و بهتر، چون با توجه به بیس ایرانیایی که اینجا هستن و اکثرا هم تحصیل کردن، فکر میکنم که جا داشته باشه که بیشتر از این استقبال ازش بشه، ولی به اندازه سال اولش فکر میکنم کافیه. اینی که بقید به ما گفتم بیشتر 100,000 تا ایرانی داره، واسه اون تعجب بود که خب انتظار بیشتر از این داشتیم، اما فکر می‌کنم سالی بعد بهتر بشه. فکر نمی‌کنی یه مقداری آگاهی‌ها کم بود برای این زمینه؟ من چون اطلاع زندگی نمی‌کنم. همون من فکر کنم به خاطر این بود، چون خیلی هم شما رو دوست دارن، هم فیلماتون رو دوست دارن، خیلی دوستان از نزدیک ببیننتون و واقعا فیلمای قشنگی دارین. و هم که خودتونم تشریف آوردین اینجا، صد درصد خب بیشتر باید میومدن اینجا. حالا من فکر می‌کنم بذره علت اون به خاطر آگاهی‌هایی بوده که شاید کم، یعنی اول که روزای اول آره، ولی الان فکر می‌کنم استقبال خیلی خوبه. گروهی که من نمی‌دونم اینا مال کجان، امروز اومدن اینجا، هر چی دلشون خواسته به هنرمندا و سینماگرای مملکت توهین کردن. واقعا اشتباهه این کارش، برای اینکه اصلا هنر و فرهنگ ایرانی اجازه میدن که من دارم یادداشت میکنم، دارم رأیمو مینویسم، میان تو صورت دوربین من فیلم تهیه میکنم. ما خیلی هاشونو میشناسیم. بله. و میدونیم که سمت و سوشون کجاست، ولی درست. فکر میکنیم که موقعی که یک فستیوالی داره برگزار میشه، شما که همه کارا و تلاشاتون هم کردین، اجازه بدین حالا که مردم اومدن فیلم ببینن، مردم تصمیم بگیرن. شما ذائقه مردم رو که نمیتونی عوض بکنیم، بذاریم مردم ببینیم. اگر بلیت خریدن رفتن تو سالن، لابد این هنرمندا واسه شون اهمیت داره. اینکه شما به هنرمند توهین کنی، به فیلمساز بگی تروریست، من نمیدونم که به دلیل ساختن این فیلم تو افغانستان زیر دست طالبان لابد من تروریست هستم. به هر جهت سینمای بلند مخاطب خاص خودشو داره، اما این فیلمسازهای کوتاه آتیه فردای سینمای بلند هستند. جوانی برای من ایمیل فرستاده که دوچرخش رو فروخته، با پولش دوربین رنت کرده و با اون دوربین یه فیلم ساخته در خراسان جنوبی. من خودم رو به اون خیلی متعهد میدونم، اگرچه که سینمای بلند هم ارزش‌های خودشو داره و من خودم هم عشق می‌ورزم به سینمای نجیب ایران. واقعا باعث افتخار ما این آقای شاهرخ. ایشالله همیشه موفق باشی. شما همیشه موفق بودین. کوچکی از این جامعه ایرانی هستم و جامعه ایرانی باعث افتخار منه که 7 روز 7 شب با عشق و علاقه من رو یاری کردن، من و همسرم و همکارانم رو یاری کردن تا چراغ این جشنواره شعله ورتر از قبل پیش بره. هر آغازی مشکلات خاص خودشو داره، اما با عنایت الهی، با مهربانی مردم، ما تونستیم بر مشکلات فرعی غلبه بکنیم و با صدای رسا این افتخار رو دارم که اعلام بکنم این جشنواره راهی رو که آغاز کرده تا وقتی که بتوانم ادامه خواهم داد. سرنگونی کامل جمهوری اسلامی.